با سلام خدمت بینندگان تلویزیون ایران آزادی، رمزگشایی و منهدم کردن سایت های وزارت امور خارجه رژیم آخوندی جنجالی دیگر در بلژیک به پا کرد و باعث طوفانی از خبرها شد. مقالاتی در این روزنامه های بلژیک و سایت های بلژیک نوشته شده و مهمترین اون رو برای شما میخونم. روزنامه دمورخن با این تیتر مینویسه: اول معامله مبادله زندانیان، سپس واند کاستل را دستگیر کنید. اپوزیسیون ایران اسناد محرمانه را افشا می کند. در ابتدا اینطور می نویسه که بلژیک و ایران ابتدا بر سر تبادل زندانیان به توافق رسیدند و تنها چند ماه بعد بود که اولیویه واند کاستل در تهران به عنوان یک ابزار معامله دستگیر شد. این همان چیزی است که اپوزیسیون ایران پس از هک کردن وزارت امور خارجه ایران در تهران میگوید. صبح روز یک شنبه سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که گروه هکری قیام تا سرنگونی موفق به منهدم کردن سایت وزارت امور خارجه شده است. اندکی پس از آن شورای ملی مقاومت اسناد محرمانه ای را از همان وزارتخانه در مورد تبادل زندانیان ایرانی و بلژیکی به صورت آنلاین منتشر کرد. درست قبل از تعطیلات تابستونی پارلمان فدرال بلژیک چارچوب قانونی این موضوع را تصویب کرده بود. به گفته شورای ملی مقاومت این اسناد نور کاملا جدیدی در کرونولوژی این مسئله می افکند. در صورتی که ترجمه فارسی و انگلیسی صحیح باشد، اولین نسخه توافق ایران و بلژیک در تاریخ 26 آوریل 2021 توسط کارگروهی که مخصوص این کار تشکیل شده بود در تهران نوشته شد. اولین امضای اصولی توسط نمایندگان هر دو وزارتخانه در 31 ماه می 2021 انجام شد. قابل توجه شماست که امدادگر بشر دوست بلژیکی اولیوی ون کاستل هنوز یک مرد آزاد در آن زمان بود. او در 24 فوریه 2022 در ایران دستگیر شد و پس از یک محاکمه ساختگی به 40 سال زندان و 74 ضرب شلاق و 1,000,000 دلار جریمه نقدی محکوم شد. شورای ملی مقاومت گفت اسناد نشان می‌دهد که این توافق برای اسدی طراحی شده است و اولیویه ون کاستل قربانیان شده است. مهدی نوبری، تلویزیون ایران آزادی، بروکسل.